سفر پر از قصه ها و خاطره هاست. کافی اهل سفر باشی. اون وقت راه تو را میخواند. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که در ساحل دریا و دامنه البرز جا خوش کرده. سرزمینی که برای درخشش فصل نمیشناسه، آفتاب عالم تابه و شوق سفر که هرگز ازم جدا نشد. گلستانم آرزوست. در جایی که کردکوی به سمت رشته‌کوههای البرز پیش میره، روستاهایی قرار دارن که مردمانش هنوز سنت‌های اجدادیشون رو از یاد نبردن. اول گنبه بسم الله، بسم الله نام خدا، سلام بر ته ای آقا، به اوم دولت سرا، همه جا کن به نگاه، چه دارنه اینج صفا، در این عید ما، دگش بوی هوا، یادین از قدیما، یادین از قدیما. من در روستای بالاجاده هستم تا گونه ای از آوازخوانی ایرانی رو که به بهارخانی یا نوروزخانی شهره است ببینم. درویشمون اگدا پسر هکان نیزما دستش دوندی هنا راست با نزدیک شدن فصل بهار، نوروزخان آمدن بهار رو با نغمه سرایی نوید میده. خواستگاه این گونه آوازخوانی بیشتر در استان مازندران و گیلان. رفیق جیب خواه وفا دشمن دکان مدارا، دشمن دکان مدارا. نوبه همه بارک بود، لال زار مبارک بود. در نوروزخانی افرادی که به اونها نوروزخان گفته میشه، پیش از آغاز فصل بهار به صورت دورگردی به شهرها و روستاهای مختلف میرن و اشعاری رو در متن بهار به صورت بداهه یا از روی حافظه میخونن. هوا مغب خور چین دکو شرخوند هکاننده او، شرخوند هکاننده او. نوبه هم مبارک بود، لاله زار مبارک. پیشینه این گونه آواز مربوط به دوران قبل از اسلامی که به ستایش اهورامزدا و همچنین در توصیف طبیعت و زیبایی فصل بهار و ستایش شاهان و امیران اومده. سربی المرغانه بیار یک تاس دانه، و سربی المرغانه دانه ردشن هوا، دانه ردشن هوا. مغ بخور چینده که شرخانده هکاننده او، شرخانده هکاننده او. نوبه ها مبارک بود، لاله زار مبارک بود. نوبه ها مبارک بود، لاله زار مبارک بود. بابر عموی مهربان سلامون علیه جان، دست دردن جیبیان حاد انام فرابان. به شرخان و همراهان شرخان بره دمیان، تعریف کنه استیار، تعریف کنه استیار. نوبهار مبارک بود، لاله زار مبارک بود. در خونه دیگه از اهالی بالاجاده آیین گهواره بندی برپاست. رسم بر اینه که در دهمین روز تولد نوزاد عده‌ای از بستگان و آشنایان برای صرف نهار دعوت میشن. مادر بزرگ یا قابله کودک رو در گهواره میبند. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزه تنه نیشه. لا 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 پس از خوابانیدن نوزاد در گهواره، بستگان طرف مادری نوزاد روی گهواره گردو میشکنند. این کار به این دلیل انجام میشه که اگه در طول زندگی بین پدر و مادر نزاعی رخ داد، گوش طفل به سر و صدا عادت کرده باشه. آش بیارین دیگه، آش بیارین برسه. قدتر بابو، ان شاء الله خوشبخت بابو،
شالا سلامتی ایشالا چانم باباشا ایشالا اندرستی سلامتی خوشبختی عقبت بخیری شالا همیشه سفره شدی پن باباشا خانه دله تندرستی دل خوشی ایشالا خیر بابین ایشالا بچه اتیو دست همه شما درد نکنه زحمت بکشینی بمونی اینجا امروز من شما رو درد سر ادامه در طرف دیگه کردکو زمین های حاصل خیز پنبه وجود داره که در گذشته شکوفایی طبقه کارگر رو رقم می زد. اما کم کم کشت پنبه رو به افول رفت. سالهای پیش مزارع گلستان پر بود از پنبه و کشاورزان گلستانی اکثراً کشت خود رو به پنبه اختصاص می دادن. اما حالا در مزارع گلستان انواع محصولات کشت می شه. یه روزی استان گلستان رو می گفتن سرزمین طلای سفید، یعنی پر از مزرعه پنبه. اما امروزه برام تعجب آور بود که یه مزرعه پنبه رو دیدم، چون اغلب زمین‌ها تهی از پنبه بود. علت رو جویا شدم، گفتن به علت تعطیلی کارخونه‌های نساجیه. ولی خرسندم به این که هنوز زحمتکشان ما این طلای سفید رو از زمین خارج می‌کنن. مشکلات زیادی از جمله تعطیلی کارخونه‌های پنبه پاک‌کنی، عدم حمایت مناسب از کشاورزان پنبه کار، نبود تسهیلات و نهادهای مناسب برای کشت این محصول باعث شد رفته رفته کشاورزان استان مزارع کمتری رو به کشت پنبه اختصاص بدن. از چند سالگی در چیدن پنبه اومدید شما؟ من از 7 سالگی 6 سالگی تو پنبه بودم. با این طلا بزرگ شدی؟ با این بزرگ شدیم. بیشترش پنبه. یعنی کل خانوادهتون؟ کل خانواده. تن این کار بودی؟ تو این کار بودم. و همینطورم ادامه میدید؟ من ادامه میدیم، دوست داریم پنبه. خب بچه‌هاتون هم دنبال کردن کارتون رو؟ آره بچه‌ها ما هستن. الان هستن همراه هستن؟ آره دخترم اون دختر. احسن. اون پسرم اونجاست. عروس ما اونم عروس ما. همه خانواده با هم هستیم. دوست داریم پنبه. خب من بیشتر از این نتونستم کمک کنم. دست در نکنید. خسته نباشید. با عزتتون موفق باشید. محصول دیگر کشاورزی کردکوی مرکبات. صاحب باغ مرکبات نور محمد عسکری پر انرژی تر از پرتقال هاشون. یاد بخانم که تامسون دارمی، خونی دارمی، یافا دارمی، بعد نارنگی محلی به حساب نارنگی ژاپنیم داره، محلیم داره. حالا این تامسون ناول داره. این جان این تامسون ناول این بازار بهتری داره. آره این بازار هم خریدار بهتر داره، مشتری پسنده. یعنی از اون پرتقالای قدیمی آره بهتر. ولی اون آبدارتر بود، نبود. خب خلاص اون محلی بیه. خوراکش بهتره. محلی بیه بعد محلی فرق کنه با اینان. اینان بردیش بیشتر. یه چیزی هست که نور محمد عسکری نمیذاره بدون دیدنش من این بخش از سفرم رو به اتمام برسونم و اون شمشادستان جنگل های هیرکانی که برسیم. خب این انشالله که این نی از نزدیک بروین دینی. الان این مگه شمشاد نیست؟ این شمشاد اینا نینه در از سخیره گاش اونجا هست. من شما رو برمی اونجا نشوندم به همینجا که حسار کشیدن دیگه نه؟ بله این داخل همه ذخیره گاش شمشاد هست که غط و ایناش کلن ممنوعه دار از بین شونه. خب چرا اینطور زرد شد اینا؟ اینا برای اصلا خوشتولی امسال باران نیامد. خوش ببین، هاش ببین. مدتیه که حال شمشادهای شمال کشور خوب نیست و با آفت شب‌پره دست و پنجه نرم میکنه. آقای خلیلی اینام ذخیره‌گاه شمشاد است که به سال دوازدهم همیشه سبزی این است. این که مخروبه است؟ خب خلاصه دیگه الان این هست دیگه. برای شما الان برای بیماری که برای بایده الان حدود یک سال هست که وضعیت شمشاد ما این به این شرط ببین. در شمال کشور مجموعاً 72,000 هکتار شمشاد وجود داره که جزء سرمایه های بین المللیه. این گیاه گونه با ارزشیه و به عنوان پناهگاه حیات وحش بسیار حائز اهمیته. شمشاد یکی از گونه های ارزشمند و منحصر به فرد جنگل های هیرکانی شمال کشوره که از ماهای گذشته به علت آفت شب‌پره در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته. آفات و بیماری های متعددی در جنگل های هیرکانی در شمال کشور وجود داره، ولی مهمترین مسئله فعلی در عرصه های طبیعی شمال بیماری سوختگی شمشاد و آفت پروانه شب‌پره شمشاده. واقعا مخروبه است.
کی فکرشو میکرد؟ شپرها تیشه به ریشه شمشادهای هیرکانی زدن. شپرها به خاطر موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی زاد و ولد بسیار زیادی دارن و شبها تلاش میکنن که شیره جان این شمشادها رو بمکن. در مدت کوتاهی این شمشادهایی که دائما سبز بودن و سبب شادابی جنگل‌های هیرکانی بودن امروزه به حالتی افتادن که به شکل مخروبه دیده میشن و به نوعی دل انسان رو نیاز دارن. این بیماری و آفت مناطق وسیعی از توده‌های شمشاد رو از استان گیلان تا گلستان در بر گرفته. هم‌اکنون آفات و بیماری‌های متعددی در جنگل‌های شمال دیده میشه، ولی هیچ کدام به اهمیت بیماری سوختگی و آفت شب‌پره شمشادها نیستند. واقعا فاجعه. اما کارشناسان چه کردن؟ به گفته خودشون سمپاشی کردن ولی نتیجه ای نگرفتن. فعلا دست رو دست گذاشتن تا طبیعت بتونه خودش رو احیا کنه. ولی بهتره از دانشمندان و اندیشمندان جهان هم کمک بگیریم تا این گیاه همیشه سبز هیرکانی رو به این حال روز نبیم و دوباره احیاش میکنیم. اغلب مشکلات گیاه‌پزشکی زمانی در جنگل‌ها و مراتع اتفاق می‌افته که انسان شروع به مداخله غیر اصولی در این عرصه می‌کنه و این امر با قطع بی‌حساب درختان و حذف گونه‌های بومی و سازگار و جانشینی گونه‌های غیر بومی و ناسازگار و حساس اتفاق می‌افته. در طول سفر من از حصیرکده‌ای در روستای مهتل کلاته دیدن می‌کنم که به دست صنم صادق‌پور که کارشناس ارشد تاریخ دایر شده. صنم صادق‌پور اعتقاد داره لذت زندگی تنها با پشت میز نشستن به دست نمیاد. سرشار از هنر. اختیار دارین لست شماست. حسیر بافی، کوب بافی، زنبیل، کلاه، همینا هنر دست شماست؟ برای شیر بافی. درود بر شما. خواهش میکنم. خیلی عالی. نظر لطف شماست. اونجا هم کارگاه شماست؟ بله، اون کارگاه کوبافی منه. میتونی ببینید؟ بفرمایید، اختیار دارید. دفعه بعدتون. چه زیباست این جمله که هنرمندی عین خردمندی است. همانا احیای صنایع دستی باعث شکل گیری فرهنگ میشه. کوبافی هم مثل قالی بافی دار داره. بله، این داره. بله. مثلا دار قالی سیار بافتم که بتونم جمعش کنم. درسته. زیاد جاگی فضا رو جاشی خیلی میگیره. اجازه است بافت. خواهش من قربان. از لای نخ عبور میدی؟ نخش به صورت تار پود. یکی زیر یکی رو. بعد از اینکه عبور دادی؟ بله. یه مقدار دو طرف شهزاد میذاری واسه کنار گفی، واسه شیرازه. درسته. با این محکم میکنم. این شانه است که بعد از باف اینو با ضرب میزنیم میکوبیم که همون کوب بافی، به خاطر همین دستگاهی که کوبیدن میکوبه میگن کوب بافی. درسته. بعد این نی وسطش خالیه نه؟ بله، حالت اسفنجی داره. اسفنجی داره. به همین خاطر در مناطق شمالی استفاده میگن که رطوبت رو هم انتقال نمیده. بله، رطوبت رو جذب میکرد. درسته. چون قدیم خونه کاگلی بوده، بعد منطقه شمال منطقه رطوبت گیر بوده، واسه همین از گیاه واش استفاده میکردن واسه بافت کوب که رطوبت گیر خونه ها منازل باشه. پاپوش کفش هم میتونه جای گل و گلدون باشه، هم میتونه به عنوان پاپوش استفاده. واقعا میشه پوشید اینا؟ بله میشه. میشه بپوشید؟ بله حتما. خیلی ممنون. اینم با گلای تزیین شده. تزیین شده. اجازه است؟ خواهش میکنم. اون لباس با این کفشه و آرامش میده به پای. بله. انسان. این لباستون هم باید متعلق به منطقه خاصی باشه. بله، این لباس محلی شهرستان کودگور روستای سرکلات است که چند سال قبل احیا شده و فکر کنم ثبت شده. به اسم خاصی؟ بله بله، لباس محلی سرکلاته. لباس محلی سرکلاته. بله، ما خودمون روستای مهترکلاته ایم، ولی چون لباس محلی منطقه کودگور از این لباس استفاده میکنیم. خیلی زیباست. خیلی جالب، گلدوزی داره و همش کار دسته. بله. این کارهای سوزندوزی هم کار مامانمه. گلدوزیاش خب برگرفته از طبیعت بوده دیگه. معمولا گلای میزدن که در محیطشون یافت میشد. درود بر شما. الان با این راه برید، با هم راه برید، با این خیلی راحتید یا نه؟
ما داریم سعی میکنیم اون اصالت این فرهنگ هنره بمونه. ساخت حصیر در جاهای مختلف ایران بسته به موادی که در اون منطقه هست متفاوته. به طور مثال در جنوب از الیاف نخل خرما در بافتن استفاده میکنن، اما در شمال ایران بسته به گیاهانی که داره. این گیاه گالست مخصوص حصیر بافیه، معمولا یه گیاه خودرو و هرزی هستش که در حاشیه آبندان ها و باطلاق ها محل رویشش هستش. بعد از برداشت مراحل یک پروسه زمانی طی میکنه دوباره آماده بشه برای بافتن. بعد از بافتن مراحل دوخت هر محصولی که خودمون بخوام یا نیاز بازار باشه ما انجام میدیم. خب این از این، این واسه گیاه حصیر استفاده میشه. بله از گاله، از گاله استفاده، از گاله. اینم چیق بافی هستش که از گیاهی به نام ورونه. بعد از گلدهی شروع شد ما این گیاه رو برداشت میکنیم. اگه بدونید چه لطفی داره استفاده کردن روی یک گیاهی که بافته شده. این گیاهه و گیاهی که میتونم روش بفرمایید. بفرمایید. اگه بدونید چه لطفی داره، چون هم مسالش رو از طبیعت گرفتن هم هنر دست انسان در اون بکار رفته. وقتی که روش دراز میکشی یه آرامش خاصی میگیری و این خواب چه آرامشی میده به انسان. اما همه اینها منو یاد خاطرات کودکی من داد. زمانی که مکتب خونه میرفتم قبل از دبستان، موقعی که مولو باجی میرفت، همه ما به خاطر آرامشی که این کوب به ما میداد روش به راحتی دراز میکشیدیم. و این خوابی که الان به چشم اومده یادآور خواب دوران طفولیتم. شب بخیر. نمونه‌ای از دوران خیش آهن رو میشه اینجا در روستای سرکلاته کردو یافت. حسن قراخانی چلنگریه که با پسرش یدالله پیشه اجدادیشو حفظ کرده. این برات سنگین نیست؟ نه. یدالله یعنی دست خدا. الله همیشه بابا. بله یدالله فوق. همیشه بابات کمک میکنی تو؟ گاهگاهی کمک میکنی. دوست داری این کارو؟ آفرین. حالا ببینم من میتونم جای تو کار کنم یا نه. این یک، این دو، این سه. ولی صدای تو بهتره نیست؟ تو بزن. این بارتر. این بارتر آره بزن. اون بچه استایه. آری کلا. هر کسی را بهره کاری صاف. در حالی که روزگاری شاهد تلاش حدود چندین آهنگر در کردگو بودیم، ولی در حال حاضر این زندگی ماشینی تعداد این آهنگرها رو به تعداد انگشتان یک دست کاهش داده و این شغل کم کم و به تدریج در حال فراموشی. ولی در این حال انقدر شغلتو دوست داشتی که من خیلی دوست دارم. من در درجه سپه بودی به من بدن دوست دارم. اینه دوست دارم. دستای همو با هم بذاریم. اینجا سه میگن به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیشه. پیش امیر. بله. این عکس بالای سرتون عکس کیه؟ این عکس پدر بزرگوارم مرحوم استاد پیرمرد، اینم برادر محمده. ایشون هم همین کارو ادامه دادن؟ آره نه، این حاله پدر ماره، این دیگه ادامه نداد، ولی این شاگرد ما سلیمان میشکل سرکولا پایین محله. از پدر بزرگت عکس نداری؟ نه. از اون دستگاهی که گفتی با نه اونه، نه اونه داشتیم، نمیدونم چه کار کردن. این خیلی خوب بود، بسخی کی بود اینطوری؟ قشنگ بود. یکی میخواست اونجا بشینه بدمه. درسته. کارش فقط همین بود که بدمه. بدمه، آ بشینه بدم، بگو من خشم، گفت بمیرم بدم، بگو لیبل رو بدم. چی بود دوباره بگو؟ بگو یه نفر کارش این بود. آره میخواست میای یدالله یا رستلی بگم اونجا بشین. بدم. بابا خسته شدم، بگو بشینه بدم، بگو خسته، گفت بمیرو بدم، لیبر رو بدم، یعنی باید اینو بدم، بشینو بدم، بشینو بدم، خسته شدم لیبر رو بدم، خسته شدم بمیرو بدم، بمیرو بدم، بدمه که آتیش آهن گرم بشه. روستا نامیه که هر جا مطرح میشه از هان رو به سمت مکانی آرام با مردمانی خونگرم و زحمتکش سوق میده. مکانی که در اون سادگی و صداقت موج میزنه و اهالی اون با تلاش و کوشش فراوان به دنبال آوردن نان حلال بر سر سفره خانواده است.
همیشه مناطق روستایی برام سرشار از تجربیات تازه بود. من در راه خونه محمد تیموری ساکن روستای سرکلاته هستم تا شاهد آیین آش پشت پای پسر سربازش باشم. سلام علیکم. احوال شما؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید. خسته نباشید. و خانمای هنرمندن که مشغوله. بابا چای بخوریم. هوا خوش است و بچه‌مون بریم دارن بخوریم. عالیه. عالیه. بابا چای بخوریم. تو این طبیعت زیبا. با اجازه شما. آقای بابا. بابا خوش. سلام علیکم. خسته نباشید خانم. اما آش بابا باشه به پشت آش باشه، باید سربوزی برده؟ پشت آش نه، باید آش با پشت آش باشه، سربوزی برده. آه، به همون آش پشت پا. آش پشت پا باشه. آش پشت پا نام گونه آش و سنت ایرانی در بین عامه. به این ترتیب که خانواده شخص مسافر یک هفته پس از رفتن اون این آش رو میپزن و به خویشاوندان و همسایگان میدن و اعتقاد دارن برای مسافر شگون داره. به این آیین و رسم پختن آش پشت پا، پشت پا پزان هم میگن. دست درد به گاه ما تو باید جونده باشه میگه خواهش کنم. به به خسته نباشه. سلام. بازن چایی دوزی چون کنار شما هنرمنده بیشتر میشه. باش خانوم، این کار رو از کی یاد گرفت شما؟ این خوش مادر. از مادره؟ مادرت هم از مادرش؟ این مادر خوش مادر بگم. عالیه. به بچه هات هم یاد دادی؟ بچه ها نه، بچه دیگه این کار رو نکن. نه این که دیگه نخ نیست دارن؟ نه، پشم. پشم، آره. و بافت خودتون اینه؟ به عنوان پادری استفاده میشه؟ بله. چرا کمتر تو بازار میبینیم ما؟ خب کامه. تولیدتون کمه؟ آه. الان غیر از پادری و سفره و اون پارچه اینم خیلی رنگای زیبا داره. اینم کلاشا. بعد انتخاب رنگش با کیه؟ خودتون انتخاب میکنید؟ آره. خیلی ممنون. دست شما در نکنه شجاع. بسیار بامزه. آره. پشتاش. پشتاش دیگه. آش پشت پا پشتاش. الو اوه. مثلا دمویدن. اما تو هاش هم تو هاش نخواهد میده به موید هیچی من اگم عشقم دارده کنم مراقصی بدیم با هم سری پایان سفرم در کردکوی دیدار از مزرعه منوشهری هاست این نوع دامداری ها به دلیل خانوادگی بودن کار هزینه کارگری نداشته و این خود موجب پایین آمدن هزینه تولید میشه. ایجاد اشتغال و تداوم اون در روستاها افزایش درآمد خانواده های روستایی، افزایش تولیدات و محصولات دامی و بهداشتی شدن محصولات تولیدی دامداران روستایی در نتیجه افزایش بهداشت و سلامت روستاییان از مزایای دامداری کوچک روستاییه. بعد از خوراک دادن و دوشیدن این فامیل خونگرم عصرا دور هم میشینن چای آتشی میروشن و برای خودشون بز میدارن ده حرفی مردم میدل دایار دا کردو دیگه بلالم آقا دو بر آقا درویش همه عصرها این شکلی شاد و شنگولی اینا هفته یه باره هفته یک بار ما یک بار عالیه گنده می شب ره مرشیل کردو دهای برو این شغلار نیاد مال رزم به فقم خوالار دانی Thank you.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.